دوربینت 50 فریم بیشتر ویدیو نمیگیره و تو وقتی بخوای اینو سوپر اسلو موشن کنی با اتفاق بسیار ناگواری بر میخوری. سلام، من حمید سهرابیم. خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت و پر انرژی باشی. فرض کن یه دوربین داری که حداکثر 50 فریم یا دیگه 60 فریم بر ثانیه ویدیو میگیره. تو وقتی بخوای اینو در واقع اسلو موشن کنی مجبوری سرعتش رو نصف کنی اگه 50 فریم باشه. چرا؟ چون چشم انسان چند فریمه؟ 25 فریمه. تو هم 50 فریم داری. اگه نصفش کنی میشه چقدر؟ 50 تقسیم بر 2 میشه 25. یعنی تو فقط میتونی با دوربین 50 فریمی در واقع دو برابر آهستش کنی، یعنی نصف کنی سرعتش رو. همین بخوای 1/4 کنی سرعتش رو، یا 1/3 یا 1/5 یا 1/10، میبینی که در واقع دیگه اون اتفاق نرم و اسموث رو به اصطلاح نخواهی داشت و در واقع یه اتفاق خوشی میفته. ولی از اون ور یه تکنیک هست توی پریمیر که تو اگر دوربینت 50 فریم هم باشه میتونی 1/10 در واقع آهسته کنی سرعتشو، به 1/10 کاهش بدی سرعتشو و بسیار نرم و در واقع به اصطلاح اسموث اون اتفاق بیفته. بعد از اینکه وارد نرم افزار شدیم، من یه کلیپ گرفتم از خودم. اینه. میبینی سرعت دستم هم آهسته است در واقع، ولی خب درست قرار سوپر اسلو موشن کنیم، ولی باید تا حدی بتونیم در واقع این موشنی که توی دستم اتفاق میفته رو نگاه کن نگه داریم، و اگر شدت دستم زیادی با شدت چپ و راست بشه این سوپر اسلو موشن خراب میشه قاعدتا. ولی بریم واسه انجامش. ببین اول از همه من یه تیکه از اینو کلیک راست کنم. اول یه کلیک راست بزن. نوشته چی؟ اجازه بده از اینجا به بعد. آره، از اینجا کات بزنم. خب ببین کلیک راست که کنی یه دونه داریم speed duration. میگه الان سرعتش نرماله 100%. 50% کنی اوکیه. 50% یعنی سرعت نصف میشه ولی زمان دو برابر میشه، قاعدتا همینه دیگه. میبینی نرمه و چشما داره به خوبی میبینه، ولی اگر این speed duration رو بکنمش مثلا 25%، یعنی 1/4، ببین چه اتفاق ناگواری میفته. میبینی تیکه تیکه میشه دیگه، چشم ما داره اینو تشخیص میده. حالا فرض کن من اینو بذارم مثلا روی 10%، یعنی 1/10، ببین دیگه چه اتفاق میفته. اصلا دیگه نابود میشه این در واقع موشنی که اجرا کردیم، این اسلو موشن. اول از همه بگم که ما اینجوری موشن نکنیم بهتره. میشه چیکار کرد؟ کلیک راست بزنیم، از بخش شو کلیپ کی فریمز تایم ری مپینگ اسپید، شو کلیپ کی فریمز تایم ری مپینگ اسپید، اینو که بزنیم، اینو یه ذره باید بزرگترش کنم این لایه رو، یه سری خط به من میده، یه خط در واقع، یه سری کنه. مثلا من میتونم کنترل رو نگه دارم، کنترل رو که نگه میدارم یه پلاس میده، کلیک کنم اینجا، کلیک که کردم دو تا فلش به من میده، یکیشو ور میدارم میکشم این ور، یکیش این ور. خب الان چی شد؟ الان من دو تا فلش دارم، دو تا تیکه کردم این قطعمو. چه جوری؟ حالا اگر این تیکه یه سمت راست رو بیارم پایین، نگاه کن چه اتفاقی داره میفته. سرعت اینجا رو دارم میارم پایین. نگاه نوشته یه درصد داره، درصد الان 20. مثلا میخوام بگم سرعتش 1/5 باشه. اینجا سرعت اوکی، رفته رفته یهو کند میشه. میبینی؟ گرفتی داستان چیه؟ پس کلیک راست زدم شو کلیپ کی فریمز در واقع تایم ری مپینگ و اسپید، تا بتونم اینجوری اسلو موشن کنم، نه که بیام کلیک راست speed duration. اینجوری حرفه ای نیست. یه ذره فاصله اینو بیشتر میکنم، یه دونه یه کلیک بزنم روی این، یه دونه محور به من میده. من این محوره رو میتونم باش بازی کنم، یه فرم باحالی بهش بدم که چی بشه، یه ذره مثلا نرمتر این اسلو موشن اتفاق بیفته، یعنی با سرعت آهسته تری. نگاه کن یهو کند میشه، ولی میتونم فاصله اینو بیشتر کنم. نگاه کن اینجوری، میبینی کم کم کند میشه تا که برسه به 20%، ولی دست من لگ میزنه به نوعی. باید چی کار کنم؟ کلیک راست میکنم، میرم از بخش در واقع تایم اینترپولیشن، الان روی فریم سمپلینگ، اینو باید بذاری روی اپتیکال فلو. اینو که بزنی اوکی میشه. نگاه کن
خب چرا اوکی نشد؟ یعنی این که مثل قبلی عملا فرقی نکرد، چون من رندرش کنیم، من میام اینجا آی میزنم، میرم جلوتر او میزنم، یعنی یه در واقع مقدمه و یه ابتدای انتهایی مشخص کردم. حالا میرم از بخش سیکونس، میخوام این تیکه رو رندر بگیرم، رندر این تو اوت، یعنی این تیکه رو رندر بگیر تا من بتونم با سرعت اصلی اینو ببینم، چون رندر نگرفته بود نتونستم با سرعت اصلی ببینم. صبر کنیم تا رندر تموم شو نتیجه کارو با هم دیگه ببینیم. خب آخراشه، اینم از این. حالا اینجا رو نگاه کنین، تیکه سبز شد و حالا سرعت دست من رو ببین. میبینی چقدر نرم و از اینجا به بعد دیگه چون رندر نشده خیلی خوشگه. نگاه کن این تیکه رو با این تیکه مقایسه کن. میبینی چون اینجا رندر نشده اینجوری نشون میده. نگاه کن چقدر نرم و اسموث. حالا ما میتونیم اینو از 20% سرعتش، الان 20% این تیکه دیگه گفتم، الان در واقع کلیپمون دو تیکسه که سرعت 100% میاد اینجا رفته رفته میشه 20%، اینو بکنیم 10% هم باز جوابه و بسیار نرم و جذاب. حالا نمیدونم من دارم واسه کی بای بای میکنم، ولی به هر حال. خب رفقا خیلی ممنون از این که تا انتهای این ویدیو نشستین. من حمید سهرابیم. اگر هر سوالی داشتین توی کامنت ها بنویسین. اگر تکنیک خاصی بلد بودیم و من ذکر نکردم خوشحال میشم برام بنویسید، و تا اتفاقات بعدی و ویدیوهای جذاب دیگه ارادت.